دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا به امروز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. از شما سپاسگزارم که با کانال محمود بیز در یوتیوب همراه من هستید. از شما دعوت میکنم حتما سابسکرایب کنید، این گزینه سابسکرایب رو بعد از ورودتون به کانال و بعد از دیدن ویدیو بزنید و گزینه زنگوله رو هم که بعد از فشار دادن این دکمه ظاهر میشه رو حتما فشار بدید تا در جریان جدیدترین ویدیوهایی که منتشر میکنم زودتر از سایرین قرار بگیرید. من در آموزش های گذشته به شما نحوه آپلود فایل رو در یکی از سرویس دهنده‌های ایرانی بهتون یاد دادم که اینجاست یکی از ویدیوهای آموزشی که 18 دقیقه هم زمان آموزشش بود. امروز میخوام به شما یک سرویس دهنده خارجی رو آموزش بدم که این سرویس دهنده خیلی خیلی راحته و خیلی راحت شما میتونی از طریق ارسال فایل در اینترنت سرعت بیشتری رو در آپلود فایل هات داشته باشیم. شما ممکنه بخواید یک عکس یا یک فیلم یا یک ویدیو یا یک پی دی اف یا یه دونه مثلا یه پسفند خاصی از نرم افزار یا یه فایل زیپ رو بفرستید برای یک نفر توی اینترنت. حالا اگر بخواید یه فایل رو توی اینترنت برای یک نفر بفرستید چه کار باید بکنید؟ شاید دوست نداشته باشید که برید توی سایت های مختلف ثبت نام کنید و اکانت بگیرید. من امروز راه حلی بهتون نشون میدم که شما از طریق ورود به اون سایت میتونید به راحتی فایل یا تصویر و یا هر چیزی که دارید رو به راحتی و بقیه به اشتراک بذارید و سریع برای یک نفر بفرستید. آدرس سایتی که امروز میخوام بهتون بدم و انتهای این ویدیو حتما در کپشن اون پایین توضیحات منتشر میکنم که همیشه داشته باشید و هر زمان که خواستید بتونید از طریق اون مستقیم وارد سایت مورد نظر امروز بشید. سایت فایرفاکس سند یا سند نقطه firefox.com میتونید ببینید که مربوط به شرکت موزیلا است که مرورگر فایرفاکس هم همه دارن استفاده میکنن. شما از طریق این مرورگر میتونید فایلتون رو از کامپیوترتون انتخاب کنید و بکشید داخل این کادری که اینجا دارید میبینید. تا حجم 2.5 گیگابایت میتونید به راحتی توی این مرورگر توی این قسمت بکشید و جابجا بشه و برای افرادی که میخواید بفرستید به همراه یک لینک. خب من میخوام یه فایل رو انتخاب کنم و به شما بگم چطوری میتونیم یه فایل رو انتخاب بکنیم بفرستیم و لینکش رو در اختیار بقیه قرار بدیم. انتخاب میکنیم، یه بار دیگه برمیگردم، ببینید اینجا select file to upload نوشته، کلیک میکنیم، عکس مورد نظرمون یا فایل مورد نظر یا ورد یا تکست یا فیلم یا هر چیزی که دوست داشته باشیم. من این عکس رو انتخاب میکنم، گزینه اوپن رو میزنم، اینجا فایل آپلود میشه، حجم عکس رو به من میگه چقدره، پسفندش جی پی جی یک تونه عکسه که اینجا کل حجم شده 91 کیلو. میتونیم مشخصا برای کسی که این عکس رو دانلود میکنه یه مدت زمانی بذاریم، مثلا بگیم اگر یک بار این عکس دانلود شد یا یک روز این عکس منتشر شد اکسپایر بشه و لینکش از بین بره و کسی دیگه نتونه این رو دانلود بکنه. یا ممکنه بگی اگر 100 دونه این عکس دانلود شد، البته شما اینجا اکانت بسازید بعد از اینکه میزنید، اگر 100 دونه دانلود شد این عکس به صورت کامل حذف میشه و کسی دیگه این عکس رو نخواهد دید. خب یا میتونید بگید اگر 5 دقیقه بعد از اینکه شما این عکس رو برای یک نفر فرستادید و اون دوستتون این عکس رو دید یا فیلم رو دید، 5 دقیقه بعدش دیگه نتونه از طریق این لینکی که بهش میدید فایل رو دانلود بکنه، حذف بشه و اکسپایر بشه. خب من میگم اکسپایر بشه بعد از یک تونه دانلود در 5 دقیقه. حتی من میتونم برای دانلود این عکس یا این فیلم یا این فایلی که خیلی برام مهمه و میخوام بفرستم برای یک نفر، میتونم پسورد بذارم. اینجا میتونم یه پسورد رو ست بکنم، مثلا من میگم پسورد 1 2 3. این عکس رو من الان آپلود میکنم، در مدت 5 دقیقه اگر یک دونه دانلود بشه به صورت کامل اکسپایر میشه و دیگه لینک من اعتباری نداره. خب من عکس رو اینجا گذاشتم، آپلود رو میزنه، عکس شروع میشه با آپلود شدن. اینجا لینک چیزی که ما میتونیم توی اینترنت به اون فرد مورد نظرمون بدیم. خب اینجا یه کپی لینک داره، روش کلیک میکنم،
کپی شد. الان این صفحه صفحه یه که گفته یا توی یه دانلود اکسپایر بشه یا 4 دقیقه. خب من میخوام در صفحه جدید این لینک رو باز بکنم، از من پسورد میخواد. خب اگر یادتون باشه من روش پسورد گذاشتم، پسورد 1 2 3. حالا بازش میکنم، اینجا میتونم دانلودش بکنم. دانلود شد، میگه دانلود شما تموم شد، میتونید دوباره برگردید به صفحه اول. خب حالا من میخوام دوباره همون لینکی که به من داد رو دوباره دانلود بکنم، میزنم اینتر. ببینید میگه لینک شما اکسپایر شده. خب این یه امکان فوق العاده خوبه که ما میتونیم بگیم اگر یک دونه دانلود شد در مدت، مثلا میگم این عکس دانلود بشه یک بار توی مدت مثلا 7 روز آینده. بعضی از این موارد ببینید شما به خاطر اینکه بتونید از این فضا و این مدت زمان و اون تعداد دانلود بتونید استفاده کنید باید اینجا عضو شید. خب عضویتش هم که راحت، این بالا میتونید عضویت بگیرید و عضو شید. پس خیلی راحت شما تونستید از طریق این سایت فایل مورد نظرتون رو آپلود کرد، لینکش رو فرستادید برای دوستتون، دوستتون دانلود کرد، روی فایلتون توی این آموزش یاد گرفتید که چطور پسورد میذارید. بهتون میگم یه بار دیگه، فایل رو آپلود کردم، یا اگر فایل دیگه هم داشتم اینجا میتونم سلکتش بکنم دوباره، دوتا عکس و مجموع حجمش رو هم اینجا میزنه، یه فایل ورد هم میذارم آپلود. فکر کنم هنگ کرد وقت، یه اتفاق بدی افتاده تا قبولش نکرد، چی جالب. خب اینجا من الان برای این دوتا فایل میخوام پسورد بذارم، میذارم پسورد 1 2 3، میگم توی 5 دقیقه و آپلود. دوتا فایل من الان لینکش رو به من داد، من لینکش رو کپی میکنم، در این صفحه باز میکنم، اینتر، پسورد رو میزنم مجدد، اینتر. دوتا فایل من الان میتونم دانلود بکنم، به صورت یه فایل زیپ شده به من میده دوتا عکسه که میتونم این رو دانلودش رو بزنم، هر دو دانلود شدن تمام به همین راحتی. خب امیدوارم که از آموزش امروز استفاده برده باشید. از شما دعوت میکنم حتما کانال من رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله رو هم بعد از اون فشار بدید تا جدیدترین ویدیوها رو زودتر از همه شما ببینید. متشکرم از اینکه وقت گذاشتید، شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار.